مقامات تاجیکستان میگویند برای برگردانیدن مهاجران و مسافران تاجیک از این پس همروزه دو هواپیما به روسیه پرواز میکند. در این باره سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه همین هفته صحبت کرد و گفت که هر هفته از روسیه به تاجیکستان 14 پرواز چارتری صورت میگیرد. از سرگرفتن پروازهای معمولی از روسیه از موضوعهای مهم است که همروزه صدها نفر در این باره میپرسند. همکارم میرزانبی خلقزاد این موضوع را پیگیری میکند و قبل از برنامه با او صحبت داشتم و نخست پرسیدم که چی اطلاعی تازه در این باره به دست آورد. بله واقعا عبدالله قبل از صحبت های وزیر من با امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه صحبتی داشتم و او گفت که برای عملی کردن پروازها مذاکرات زیادی با مقامات مسکو انجام دادند. و در این زمان سفیر گفت که مقامات روسیه پرسیدند که آیا تاجیکستان برای آغاز پروازهای معمولی آماده هست؟ سفیر گفت که در صورت باز کردن حریم هوایی با رعایت حتمی معیارهای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس تاجیکستان آماده قبول پروازهای معمولی می باشد. سفیر افزود که آنها انتظار پاسخ روسیه هستند و در صورت دریافت پاسخ مثبت پروازهای معمولی از سر گرفته می شود. از همکارا همچنین پرسیدم که آیا سنه دقیق برای آغاز پروازهای معمولی گفته شده است؟ چون سوال اصلی مسافران تاجیک و مسافران همین است. سفیر تاجیکستان در روسیه در پاسخ به همین سوال ما گفت که سنه دقیق معلوم نیست، هرچند روسیه آغاز دیگرباره پروازهای معمولی به سه کشور را اعلان داده است. سروزیر میخائیل میشوسین هم گفت که روسیه به تدریج سرحدها را باز میکند. امام الدین ستاره ایساری باوری کرد که روزهای نزدیک روسیه به تاجیکستان جواب مثبت میدهد و پروازهای معمولی بین دو کشور اثر گرفته میشوند. ضمن سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز 28 ایول گفت که این کشور که در را بروی هواپیماهای ترکیه، تانزانیا و بریتانیا باز کرد، گفتگوها با کشورهای مشترک المنافع که تاجیکستان هم عضو آن است ادامه دارد و افزود ممکن است روزهای آینده و هفته های آینده پروازهای معمولی اثر گرفته شود. اما پاسخ دقیق به سوال مسافران و مهاجران که کدام روز پروازهای دائمی آغاز می شوند خود مقامات هم ظاهرا ندارند. مقامات تاجیکستان گفتند که از زمانی منع پروازها در ماه مرد و درماندن صدها مهاجر در روسیه بیش از 6000 نفر را با پروازهای چارتری بازگرداندند. سوال دیگر از همکارم این بود که آیا معلوم هست که چند نفر دیگر منتظر بازگشت از روسیه هستند؟ مقامات تاجیکستان میگویند که دقیق کردن تعداد آنهایی که در روسیه هستند به سبب پندیم بیکار ماندن و میخوان برگردن بسیار مشکل است، اما به قول سفیر تاجیکستان امام الدین ستاروف هر روز تا 400 نفر به آنها مراجعه میکنند که به تاجیکستان میخوان برگردن و یا به پروازهای چارتری بلیت بگیرند. طوری معلوم پروازهای چارتری اساسا از مسکو صورت میگیرند، ولی در دیگر منطقه های روسیه مردم زیادی بودند که منتظری پروازهای معمولی هستند. بین تاجیکستان و روسیه تا زمان خروج بیماری کووید 19 در یک هفته 76 پرواز صورت میگرفت. تشکر از همکارم میرزانبی خلقزاد برای صحبت. بینندگان عزیز، رادیو آزادی هر لحظه موضوع پروازهای بین‌المللی و سرحدها را پیگیری میکند. با دسترس شدن کمترین خبر در این رابطه شما را در جریان خواهیم گذاشت.